Вот коробки. Вот эти две. ماشین گرفتیم و دو تا کارگر که اصلا رو بریم اونجا. مسائل ما قدر زیاد نیست، اما اصلا یادم رفته بود چی داشتیم قبل. بارون گرفته است. طبقه پنج ما شوخی نیستم. کاری هم وقت فهمیدم طبقه پنج گفتم وای حالا ما بیچاره اینطور بریم بالا. Нет, спасибо. ماشین شد 4000 و کارگرم شد 3600. کلاً 7600 روبل برای اینکه این وسیله رو از آلمیتیس بریم به شهر زاینس 50 کیلومتر. اینقدر خسته شدیم، فقط دو ساعت داشتیم یه تیکر تمیز میکنیم اجاق گاز و هنوزم خب آماده نیست، نمیتونیم هنوز غذا بپزیم و وقتم نیست برای غذا پختن فعلا. اینقدر کار هست، قراره بعدا کابینت بیاد چون کابینت رو اصلا دوست نداریم، خب عوضش کنیم بفروشیم اینا رو برای کابینت جدید بذاریم. خونه یک اتاق رو فروختیم با قیمت 1,650,000 توی شهر آلمیتیس و اومدیم اینجا یه خونه خریدیم با قیمت 1,700,000 رو، خونه سه اتاقه. سه اتاق یعنی چی؟ یعنی دو تا اتاق خواب داره با یه پذیرایی و یه آشپزخونه. آره آشپزخونه که جزء اتاق حساب نمیشه، اما آشپزخونهش بزرگه. اونش کلا خوبه، فقط بعدش اینه که طبقه پنج خیلی بالاست، یعنی هر دفعه که میخوایم بیایم بالا باید دیگه ورزش کنیم دیگه، البته بعد هم نیست ورزش میکنیم. دیروز از صبح تا شب داشتیم خونه رو تمیز میکردیم و وسایلمون رو درست میکردیم، جا جا میکردیم. این مبلی هم که داشتیم از قبل تخت بود، مبل تخت خواب شد که اینم سر همش کردیم درست کردیم. این دو تا دو شک داشت و صابخونه قبلی اینجا یه تخت داشتن، تختش گذاشتن برای من دو شکشه و تختش خیلی زشت بود و قدیمی بود، در و داغون بود، اما وسطش اون داخلش خیلی خوب بود. ما چی کار کردیم؟ اومدیم گذاشتیم اینجا چون خودش یه تخت در واقع اصلا نیاز به اون دورش نداره و ما خواستیم اون مبله را که تخت خوابشوهای بذاریم اینجا، اما باید گفتیم چه کاری اینو میذاریم اینجا و دو شکای اون مبل چون دو شکاش خیلی خوب گذاشتیم اینجا روی این تخته و حالا تعالی بعدا دو شک بخوام بذاریم اون دو شک معمولی. و برای اینجا یه سری چیزا خریدیم که بذاریم چون خب وسیله کم داره، کمد کم داریم ما، دراور کشو کم داریم، میخوام وسیلمونو بذاریم. این کاغذ دیواری هم راستش زیاد خوشمون نمیاد، میخوام عوضش کنیم و خلاص هر روز خیلی کار داریم و چند تا وسیله از اینترنت گرفتیم که اومده و چند تا دیگه هم تو راست داره میان و اما این چند تا رو هم خواهم باز کنم. از من چی مدام؟ از من اینجا یه تیلی که
حرکت کردم کف دارم دستی بیشم من دارم دستم بیشم جور دست مونده نمان چه فکرم مونده این خواستم بگم چی بود؟ زمین تیفون میشه که این تیفون من زمین تیفون میشه. چی میخوام بگم؟ زش بیم. مردم میسره که میرن خارج مرسدس بیم را مچید را مسیت. تی خریده. با افتخار میاد. با افتخار. من رفتم اونجا هر روز تی میکشم آره دستشم میذاری به بچه تی اینطوری میکشیم و تی تمیز میشه و بعد می این ور اینطوری میکشیم این پایین آبشو میگیره تی خوبیه خیرش ببینیم هر روز باش تهی بکشم خونه رو قبلا تو روسیه ایکیا داشتن و ما همه چیز از اونجا میخریم مثلا همین مبل رو از اون ایکیا خریده بودیم و اون قفس سفیدی که قبلا تو اون خونه یه بود اگه یادون باشه اون از ایکیا گرفته بودیم و خیلی خوب بودیم من خب ایکیا رفت به خاطر تحریم ها دیگه الان نیستش تو روسیه سایت های دیگه هستن تو روسیه شبیه دیگه کار دارم که همه چی دارن و ما این صندلی ها از اونجا گرفتیم صندلی در واقع برای کاره و اینه باید خودم سر همش کنم سه تا از این چوبا رو باید بذاریم و درست میشه خیلی راحت آچارش هم که برامون گذاشتن دیگه حتی نیاز نیست آچار از خود داشته باشی تا حالاش که شبیه صندلی نیست شبیه موتوره اینجا پشین اینجا بگیم بگیم خب این هم از صندلی ما خب این ها دقیقا چه جوریه اینطوری میذاریش و پا رو میاری تو میشینی اینجا اینطوری اینجا زانو میذاری اینجا و صاف میشین واقعا خیلی راحته چقدر راحته چی بودیم ببین من قبل رو این میشستم این خیلی سخته اما این خیلی راحته تازه اینجوری هم خیلی خیلی راحت خیلی خوشحالم 3,540 دلار بعد به چند مدل مختلفش نشست بوش یکیش خب همین حالت عادی خودش یکی دیگه اینکه اینجوری میتونی اینطوری بشینی اینجوری سالت مدیتیشن و یه حالت دیگه اینکه میای اینجا میشینی روش و اینطوری میکنی آخش و کمرت حال میاد حالا بریم سراغ کش و دراور نم سفیده همه این رو آناستاسیا میخره و عاشق رنگ سفیده همه سه سفید میگیره همشه اولا تیشرت سفید بوشه دیگه آره من اولا بس سفید بوشم تو حالاش که همه چیز سالم و خوبه از وقت پیش میاد که احتمال داره خط و خش داشته باشه به نیت پیچیده تر باشه کامود نورده جالبه تو روسی به این شکل کشو میگن کامود و به اون چیزی که ما میگیم کامود اونا میگن شکاف شاید به این هم میگن کامود توی رو ما نمیگن باید این شکلی بشه انا باید دفترش بیم چی داره چقدر بشیده است از کجا شروع میشه خب از اینجا من گره نکردم چه
باید نشونه که چی داره. آره خب اول از همه باید اینو به هم بس کنیم. دو تا پشت اینجا این پایین پایا بالا و دور همه رو باید به هم وصل کنیم. بعد میشه کشو. کشو رو باید به هم وصل کنیم. خب اینجا باید نوشته که از هر قطعه چند تا باید باشه. گفته چه ابزاری نیاز داره؟ مغز هم نیاز داره. پیچ گوشت. آره اینجا نوشته. مغز نیاز داره. پیچ گوشتی. درل. یا درل یا پیچ گوشتی. اینجا دیگه یک دو سه چهاره. آره. اینجا دیگه قشنگ نشون داده که باید چه جوری درست کنیم. خب بریم بشینیم فکراشو بکنیم. اون چلتا رو پشت اینجا بزنیم. ببین چلتا میخ. خب اول از همه خوب شد اینه دارم. اینه موانه آنستاسی به من هدیه داده یک سال دو سال پیش. و اون موقع من گفتم آخه این به چه دردم میخوره و الان میبینم که خیلی به درد میخوره. خیلی کار راحت میکنه. چقدر ریلش خوبه. یک ساعت اونی طول کشید. مشکله. آره قشنگه. خوبه. اینجا داخل خونه همه چیز پلاستیکی. اصلا دست بزنه به جا میشه. اصلا ببین چیه این واقعا. نگاه کن. اصلا به هیچ دردی هم نمیخوره. نمیشه کش وسیله بزنه. سقف پلاستیکی. کف پلاستیکی. همه چیز پلاستیکیه. به قول پریشار شهر زیا میگه بعد از قنات آب باریکی زندگی شد پلاستیکی. درگاچی ها پیش شد شبا خنده قایم شد زیر لبا کم کم گواردین گونی شد ارزونی رفت گرونی شد یه سانت زمین تو رشگنه یه شمش تلا شد وای ننه. خلاصه همه چیز پلاستیکی شد. حتی این هم ببینید این هم پلاستیکی. سخت پلاستیکیه. یعنی واقعا زندگی پلاستیکی شده. سخت رو میخواییم درستش کنیم. سقفش خودش خیلی زشت بود. قبلا از اینا بود اینطوری و اصلا قشنگ نبود. بعد الان اومدن اینطوری گذاشتن. نمیدونم چی بهش میگن. اسمش چیه؟ نمیدونیم. نتیجنی پتلکی. نمیدونم. خلاصه یه همچین چیزی گذاشتن. دو ساعت طول کشید. اومدن و دو تا اتاق درست کردن. این اتاق و این اتاق. و همش با هم شده 13,000 روبل. از این طرف کاغذ دیواری گرفتیم و دو تا رول بود. یکی از رولاش سوراخ شده بود برای همین برگردوندم. دوباره باید بخریمش. همین کاغذ دیواری بکنم و ازش اینو بزنیم. قشنگه.
این خونه اینقدر کج همه جاش، من شک دارم به اینجا با اونجا یه اندازه باشه. باید گوشه همه جا خوب جذب بماله ندرس، باید سریع این کار بکنی. باید این کارت بر بری. بالاخره تمام شد، زیاد طول نکشید، فقط یک ساعت و یکم خراب کرد. یکم اولش اینجا یکم چروک افتادم، خب بعد به سختی چون به کار درستش کردم، بعد دیگه این دوتا رو یاد گرفتیم چجوری درست کنیم و سریع تر شد و خیلی قشنگ تر از اون قبلی. به نظرم اون قبلیه سبک ما نبود، این بیشتر به ما میخوره. حالا بعد قرار اینجا این موب بزنیم و اینجا هم یک کمد بزنیم دیگه عالی میشه. الان پایین و بالاش هم میذاریم یه چیزایی هست پلاستیکیه، زندگی پلاستیکی اینجا دیم. ما چی طوریم کاغذ دیواری انتخاب کردیم؟ اینکه خب خیلی سخته هم جادم تصور کنه چی به اینجا میاد چی نمیاد و ما هنوز تو این خونه نبودیم. ما این خونه رو کنن یه بار دیده بودیم و نمیزمانو واقعا چه تری به اینجا میاد و یه ویدیو از اینجا گرفته بودیم، اومدیم از اون ویدیو یه اسکرین شات گرفتیم و عکسی اون اتاق خوب داشتیم دیگه، اومدیم توی فتوشاپ و کاغذ دیواری که حالا خوشمون میومد گذاشتیم که ببینیم کدوم کاغذ دیواری میخوره به این کاغذ دیواری، چون نمیخواستیم اینا رو عوض کنیم و دیگه خلاصه عوض کردیم اینا رو فتوشاپ درست کردیم و آخرش دیدیم که این به اینجا خیلی میاد و این مبل هم خواستیم بخریم و اونم گذاشتیم اینجا ببینیم بهش میخوره یا نه، دیدیم که همه چی با هم عالی میشه و اینطوری شد که این کاغذ دیواری انتخاب کردیم. کابینت فروخت یه نفر اومده ببره 6000 بعد یکیشون اینقدر مست است به زور پاش با همین سنه اینم چه بخواه از طبق 5 ببره پایین. بردن دیگه هر چی بود بردن، یکی دیگه رو آورده با خودشون مسته مثل این که نتونسته ببره پایین، یه نفر دیگه آورده بود خصلا این چیز رو پاش وایسه. شروع فاجره دارم رنگ میکنم، لباس کاری هم ندارم، ترسته این لباس هم رنگیش مردوش هم تیپ هندی بزنم، کارگر تو هند دقیقا همین جوری لباس میکشن، یعنی لباس نیست این بهش میگم لون، که همون لونگ خودم بگی آره گامچه بهش میگم و میپیچونن دور خودشون رو اینطوری کنم. البته معمولا لباس بالا هم ندارم، اما خب که من پوشیدم. شوفاش این شکلی بوده، این رنگی بوده، برای این رنگی شد. اینجا هم میخواییم اتاق خوابش کنیم و کاغذ دیاره برش گرفتیم، این کاغذ دیاره خیلی خوشگه. امروز هر چی خریده بودیم از اینترنت آوردن، همشون دقیقا همین امروز هر چی خریده بودیم آوردن. یکیش کمد خیلی بزرگه، یکیش میزه، آینه، دیگه کابینت، خلاصه انقدر اومده همه چیز و حالا موندم چجوری همه اینا رو درست کنم چون خیلی طول میکشه، مخصوصا کمد خیلی بزرگه و این اتاقمون هم آماده شده دیگه تقریبا، کامل شد دیگه، کاغذ دیواریش درست شد، میمونه این اتاق، حموم و دستشویی و آشپزخونه. آشپزخونه سخت ترینش، خیلی زیاده. خواسته همه چیز فدی اتاق مونده، کل خونه هنوز فدی اتاقش درست شده. یه تا کوچکترین اتاقش. آره. بازی دوباره شروع شد. بعد پازل درست کنم اینجا. اینجا کفشیه که میخوام درستش کنم و ما یه رنگ دیگه سفارش داده بودیم، رنگ چوب و برامون رنگ بتون فرستاده.
اما خب خیلی سخته بخوایم برگردیم دوره عوضش کنیم، دوره یه هفته دو هفته طول میشه. بخاطر ما هم بیخیال شدیم، گفتیم همه درست کنیم میذاریم میشه. حتی کفش هم خیلی باحاله، حالا درست میکنم بعد ببینیم چی میشه. اینجا دو تا کفش جا میشه، اینجا هم همینجوری، دو تا نه چهار تا در واقع، چهار جفت کفش جا میشه تو اینجا. میدونم نه اینجا. این هم میزه کاریه. بزرگه. یه میز دیگه داشتیم کوچیک بود و یکم برای من سخت بود همه وسیله هم بذارم بود و هنوز این همه وسیله هست دیگه نمیکشه. یک هفته هر روز از صبح تا شب داریم کار میکنیم، کاغذ دیواری میکنیم، رنگ میکنیم، میز درست میکنیم، قفسه درست میکنیم، دیگه نمی کشه. این چراغ دم در بود، چراغ اصل شورویه، خیلی قدیمیه. بعد بذاریمش تو موزه. رسیدیم به سخت ترین مرحلش به نظرم، درست کردن این کمد. اینقدر سنگینه، کلن سه تا بسته داره، یک شم گوله اونجا خیلی سنگی، یکی دیگه مونده. من یه باید بونه هم که رو گوله میشه. چقدر تخته داره، از این یکیشه. خیلی هم سنگینه، من چجوری میخوام این درست کنم نمیدونم واقعا. خیلی بزرگ میشه این کمد، بعد چی میخوام چه جاش کنم نمیدونم. این نگاهی بکنم اول ببینم اصلا چی به چی اینجا. بعد تمام قطعات رو جدا کنم که قاطی نکنم. اینجا رو چه باید میخ بزنی؟ چطور میخوام بچرخونیش؟ نمیدونم واقعا، راست میگی. ببینیم چی میشه، امیدوارم که خدا بهمون قدرتش بده. اینقدر اینجا سقف و کف و دیوار حساسه، همه چیز پلاستیکیه یا کاغذیه. یعنی بخوره به اینجا دیگه تموم، بخوره به اونجا دیگه تموم، پاره میشه همه چیز. دیگه همه چیز رو جدا کردم و دیگه وقتشه که شروع کنیم به کار، یا شاید هم بریم بخوابیم دیگه نمیدونم. دیگه ادامه شو باید فردا رفت. صبح شده، میخوام دوباره شروع کنم به ساخت این کمد. یه چند ساعتی طول کشید که فقط بفهمم اینجا چی به چیه، گذاشتن همه رو کنار دیوار. بعد اینجا این چیزایی که باید فرو کنه توش یه قسمتی هست، باید پیچ پی پیچون یه چوبه هست فرو میکنه توی سوراخ‌های ریلا رو درست کردم. بعد این کشوها رو درست کردم، اونجا لولا گذاشتم به این درا و رسیدیم به آخری مرحله، این که دیگه همه چی به هم وصل کنیم. به نظرم سخت ترینشه، یعنی سنگین ترینشه. واقعا خیلی جالب به هم وصل میشه. یه چنین چیزی داره اینجا که من پشت اینجا سوراخ میذارم، بعد میرسه به این پیچه و این پیچه که اینجا سفت کنم اونو میگیره، سفت میشه. میشه بکنندش که
درست که نکنیم فستر هم که پشتشو درست کردیم دیگه تقریبا همه چیزشو درست کنیم فهم بوده دره رو بذاریم کشوار رو بذاریم قفسه رو بذاریم و اینجا دوتا میله بذاریم لوله در آوازم کنن لباس و دیگه تمام اصلا فکرش نمی کنم بتونم کنم درست کنم چرا؟ چون خیلی سنگینه جمع کردنش راحت بودم و بلند کردنش خیلی کار سخت بودم من تنها خاطر همین شک داشتم اما شد دیگه نوبتی هم باشه نوبت آشپز خونه است و بریم کابینتشو درست میکنم امروز هم قرار بیان سقفشو درست کنم کاغذ دیواریاش هم هرچی بود کندی میکنم کاغذ دیواریاش هم عوض کنیم شوفاژش هم رنگ کنیم و دیگه تموم امیدوارم بریم اینجا کاغذ دیواری میکنم دیوارا انقدر گرم این تابستون میخوام یه هندونه هم بخورم که یکم جون بگیرم بالاخره تموم شد دو هفته طول کشید از صبح تا شب از اون زمانی که شروع کردیم وسایل بیاریم تو این خونه و اینجا رو تعمیر کنیم همه چیز رو حموم و دستشویی و اونجا اتاق خواب و آشپزخونه و کاغذ دیواری عوض کنیم خلاص دو هفته از صبح تا شب طول کشید بعد هم خب شما نشوند دقیقا خونه چی شد الان اول از همه این در ورودی رنگش کردم که خیلی زشت شده بود و وقتی هم رنگ کردم بعدا مامان آناستاسیا من اینجا گفت که این در جدیدی تازه خریدیم گفتم ما هم رو رنگش کردیم هم تعجب کردم چون واقعا خیلی قشنگ شد در مثل یک در نو شد و قفلش هم عوض کردم چون که قفل قبلیش کلید وقتی میخواستی بذاری توش نصف نیمه میرفت تو گیر میکرد بعد هی پایین بالا میکرد چپ و راست که تا بره تا آخر و من میترستم یه موقع در قفل کنیم بعد که بریم دیگه نتونیم بازش کنیم خلاصه قفل هم عوض کردم اینجا اینو از خونه قبل داشتیم گذاشتیم اینجا برای لباسا که آویزون کنیم و اینم جا کفشی خیلی خوبیه یعنی چند تا کفش توش نمیشه 8 تا این پایینم گذاشتیم برای کفش که از بیرون میایم بذاریم توی اینجا مخصوصا برای موقعی که بارون میاد برف میاد این چیز خیلی خوبیه کفش از بیرون که میایم مخصوصا برف کفش برف رو میچسبه زیر کفش و بعد که میای تو آب میشه اینا و وقتی میای تو خونه بهترین کار اینه که بذاریش توی یک همچین چیزی که آب نره توی خونه دستشویی همون توالت اینم خب کار خاصی باش نکنیم در واقع فقط یه چیزی که اینجا اضافه کنیم اینه که باز میکنی از اینجا آب میپاشه و این خیلی راحته نیاز به شلنگ و این چیزا نیست این خیلی راحته و حموم هم خیلی کثیف بود و این دیوارا همه زرد شده بود اینجا و اومدیم سنباده کشیدیم اینجا پلاستیکی این دیوارا اینجا پلاستیکیه اومدیم سنباده کشیدیم و بعد رنگش کردیم خیلی خوب شد من فکر کردم این رنگ شاید کنده بشه بعد این بود اما دیدم نه هیچیش نمیشه رنگش و اینم گذاشتیم اینجا آینه که در واقع داخلش هم میشه چیزی گذاشت و اینم گرفتیم گذاشتیم که راحت تر باشه دست شستن چون که معمولا توی روسیه اینجوری که وقتی میان توالت بعد میخوان دست بشونن میان توی وان میشونن این خیلی سخته و به خاطر هم اینو گذاشتیم اینجا و این شیرم کلا عوض کردیم چون که شیر قبلی خیلی در و داغون بود از همه جاش آب میداد و خیلی زشت شده بود و حالا آشپزخونه خودش خیلی عوض شد اول از همه اینکه سقفش عوض کرد سقفش خیلی بد بود
و هم قدیمی بود هم اون که چسبونده بود با یه چسب چسبونده بود چسب زرد بین اینا زرد بود بعد بعضیش کنده شده بود اصلا قشنگ نبود و این سقف گذاشتیم که شد 8000 روبل همین آشپزخونه فقط و براش دوتا لوستر گرفتیم گذاشتیم که این لوستر خیلی جالبه اول که روشنش میکنی یه بار رنگ لامپ سفیده دفعه دوم که روشن کنی زرد میشه دیگه این پرده که از قبل داشتیم گذاشتیم و این پرده جدید آناستاسیا انتخاب کرده واقعا قشنگه به اینجا خیلی میخوره و کابینت گرفتیم که کابینت ها باز بود دوباره خودم سرهمش کردم اینم انتخاب آناستاسیاست و من واقعا کابینت ها دوست دارم دیگه اینجا این سینک یکم کوچیک بود یعنی ما توی سایت سایز اینجا رو اشتباه زده بود و ما بر اساس اون چون کابینت ها خریدیم هنوز نیومده بود برای همین گفتیم براش سینک بخریم بر اساس اون سایزی که توی سایت گفته بود سینک خریدیم بعد فهمیدیم اشتباه خریدیم برای همین اینجا براش چیزی گرفتیم که اونجا که خالیه پر کنه و اینجا وسایل بشه بذاری اجاق گازم که مال صابخونه قبلی اینجا گذاشته بودن اجاق گازش هم فکر کنم مال زمان شورویه خیلی قدیمیه و خیلی کثیف بود اون موقع که اومدیم یک ساعت دو ساعت فکر کنم داشتیم اجاق تمیز میکنیم دو نفری با آناستاسی با هم داشتیم اجاق تمیز میکردیم و وقتی کامل تمیز شد احساس کردیم که اینقدر هم بد نیست اجاقش چون میخواستیم اجاق کنه عوض کنم بعد دیم اجاقش بد نیست بذار فعلا باشه بعدا در آینده شاید عوضش کرده چیزی که توی این خونه جالبه اینه که گاز نامحدوده یعنی کنتور نداره و هر چقدر که دلمون میخواد میتونیم از گاز استفاده کنیم و به اعضای هر نفر که توی خونه زندگی میکنه ما پول گاز میدیم یعنی نفری تقریبا 80 روبل یا تقریبا 1 دلار برای چون ما دو نفریم در واقع ماهی 2 دلار پول گاز میدیم و هرچی هم استفاده کنیم یا استفاده نکنیم فرق نمیکنه براشون دیگه اینجا آبش خیلی بده آب این خونه آب این شهر در واقع و ببینین توش چی درست میشه این سفیدا گچ بهش میگن آهک میگن نمیدونم و خلاصه ما این آب اول میجوشونیم بعد میریزیم توی این فیلتر بعد که آب سرد شد و آب دیگه کاملا صاف میشه اینجا آناستاسیا خمیر گذاشته واو چه پف کرده امیدوار سر نکنه بعد بذارمش تو فر روشنش کن روشن کنم همین الان فرش هم دفعه اول که باش غذا درست کردیم چون هنوز بلد نبودیم بد شده بود کیک باش پختیم دفعه اول و یه چیزی اینکه این خونه خیلی کجه همه چیزش انا مثلا این دیوارا اگه بیای از این طرف از این طرف نشون بده از این طرف اگه ببینیم دیوار کج خطش و اینجا همش همینطوره یعنی این دیوار اونجا اینجا همه کجه مثلا من اینو میخواستم بچسبونم اینجا به سخت تونستم بچسبونم چرا چون کج بود یعنی من اینا اینجا چسبوندم بعد دیدم اونجا نمیخوره به دیوار دیوار کج بود مجبور شدم چی کجش کنم الان کلا این یکم کجه و اینا رو مادر آناستاسیا میخواستم بیا اینجا مهمونی صندلی کم داشتیم ما باشیم گفتیم ما بیم صندلی میخواییم گفتن نه ما خودمون میخواییم براتون هدیه بیاریم گفتیم خب باشه بیاریم گفتیم فقط دوتا بیاریم اما اونو چهار تا صندلی آوردن این کمدم که صابخونه قبلی برای اون گذاشت مثل اون اجاق گاز و خیلی کار را به اندازه برای اون وسایل بذاریم توش اینجا هم آینه گذاشتیم که وقتی میخواییم بریم بیرون بتونیم خودمون ببینیم تو شریلانکا که بودیم آینه نداشت اون خونه و باور دارم شما 5 ماه خودمون رو ندیده بودیم تو آینه یعنی تو دستشوی آینه داشت اما کوچیک بود آینه بزرگ نداشت ما خودمون کاملا نمیتونستیم ببینیم وقتی ما لباس میپوشیم نمیدونیم چه شکلی هستیم این هم که از قبل داشتیمش گذاشتیمش اینجا این خونه خب خیلی بزرگ نسبت به خونه قبلی خونه قبلی به اندازه همون یه تیکه اون طرفه اون طرف که توالت دستشوی آشپزخونه و این قسمت که برای لباس کفشه و این الان ببینید چقدر بزرگتر از اونه
این خونه در واقع سه اتاق است. روسا اتاق اینجوری حساب میکنن، مثلا اتاق نمیگن دو تا اتاق خواب داره، میگن سه تا اتاق داره، دو تا اتاق داره. یعنی چی؟ یعنی اتاق نشیمن هم باش حساب میکنن. دیگه اینجا پرده گذاشتیم. این پرده خب آماده است دیگه، ما از اینترنت میخریم، همه چیزش آماده است. این پرده 3 متریه، اما سقف ما 2.40 متر خیلی کوتاه است و باید نه کوتاه میکردیم. ما که چرخ خیاطی هم نداریم، چجوری کوتاه کردیم؟ اینکه اول اصلا خب بریدیمش، من آناستاسیا با هم بریدیم با قیچی، بعد یه سری نواره پلاستیکیه که گذاشتیم اینجا و با اوتو کشیدیم روش و این به هم چسبیده، انگار دوخته شده و وقتی هم بشوریمش کنده نمیشه، چون پرده های قبلی هم باش هم کار کرده بودیم، اونا هیچیش نشد. اینجا هم سمت غربه و بعد از ظهر همیشه آفتاب میخوره و گرمه. این خونه کلا همیشه گرمه، خیلی گرمه. و اینجا کنار جاده است، همین الان شنیدی صدا ماشین رد شد و صدا ماشین هم زیاد میاد دیگه. اتاق خوابم یکی از پروژه های سخت این خونه بوده چون که این کاغذ دیواری ها رو کامل عوض کنیم. بعد این کاغذ دیواری ها باریک بود و برای همه خیلی طول کشید. اون کاغذ دیواری مثلا مثل آشپزخانه یا راستی ها نارفه یا اونم کاغذ دیواری شد عوض کردیم و کاغذ دیواری آشپزخانه مثلا این قدری بود، یک متری بود، 106 سانتی بود، اما این 50 سانتی بود، 53 سانت، و به خاطر هم این بیشتر طول کشید تا کاغذ دیواری بزنیم. و دیوار از اونجایی که کج، اینجا هر دیواری برای خودش یه سازی میزنه، به خاطر هم کاغذ دیواری هم سخت میشه چسبوندنش. چرا؟ مثلا این گوشه که میرسی، وقتی میخوای کاغذ دیواری بچسبون به گوشه، بعد میبینی که اگه مثلا اینجا رو بچسبونی اونجا نمیچسبه، یا اینجا میچسبه اونجا نمیچسبه، بعد کج میشه کاغذ دیواری. بعد که میری ادامه میدی میبینی که کاغذ دیواری خود به خود کج میشه یا هوا میبینش، خلاصه خیلی سخت میشه. اما خب قشنگ شد، خیلی کاغذ دیواری قشنگیه، ما خیلی دوستش داریم. دیگه اینجا هم لوستر گذاشتیم، لوستر سرامیکیه و اینجا هم یه لوستر خیلی باحال براش گذاشتیم که با کنترل روشن خاموش میشه، LEDه و چند تا حالت مختلف داره، نورش سرد و گرم میشه، کم و زیاد میشه. این نور آبی الان، این نور برای شبه و طرح روشن شبیه طرح ایرانیه دیگه کم کنی نور رو تر پیدر. و دیگه شوفاژ رو رنگ کردیم. این شوفاژ زرد شده بود و رنگی هم که به شوفاژ میزنن معمولا توی روسیه، رنگایی که خب بعد این مدت به خاطر گرمای شوفاژ این رنگ زرد میشه و ما الان این رنگ گرفتیم مخصوصا برای شوفاژ که زرد نشه دیگه، که کاملا سفید بمونه. و این پنجره اینجا خب اینا خیلی خراب بود، خیلی شکسته، مثلا اینجا شکستگیش معلومه و اون بر روش چسب ریخته بودن، نقاشی کردن، خلاصه نمیرفت، تمیز نمیشد یا کنده شده بود بعض جا. و ما چیکار کردیم؟ برچسب گرفتیم که شبیه سنگه و چسبونیم رو اینجا و خیلی خوب شد. و این برچسب خیلی خوب شد چون دومین برچسبی چسبونیم، اما اون یکی برچسب ها اولین برچسب رو چسبوندیم، بلد نبودیم به چی شد پر از چروک شده. حالا بریم اتاق کارمون. دوتا میز داریم که میز از قبل و میز تازه خریدیم، سرهمش کردیم. و این اتاق هم سقفش مثل بقیه اتاق ها، سقفش اینطوری، اما خب اینجا یکم تمیزتر و بهتره. اما گفتیم باشه فعلا اینا عوض نمی کنیم، کاغذ دیوارش هم دیدیم سالمه، گفتیم باشه طوری نی. اینجا این قفسه رو داشتیم از قبل که گذاشتیمش و کلن اینجا شریلانکا شده دیگه، بودا اینجا خوابیده، اینجا گل و این رنگ زرد و این رنگ چوب همه چیز خیلی به هم میخوره، شبیه شریلانکا شده. الان که تابستونه هوا واقعا گرمه و ما یه پنکه خریدیم، اما جالبه تا پنکه خریدیم هوایی خنک شد و هواشناسی هم گفته امروز آخرین روز گرماست و از فردا هوا خنک میشه. و این پنکه خب بد نیست، کم زیادی کوچیک، ما فکر نمی‌کردیم اینقدر کوچیک باشه. دیگه اینجا هم برچسب چسبون چون اینجا هم خیلی داغون بود. و یه بالکن داره اینجا، بالکن خیلی بزرگ، بالکن 6 متری.
که اون ته بالکن قفسه درست کرده پلاستیکی مثل این. من این قفسه رو اینجا کامل کندم و به جاش اون میزی که پتاق بچه‌هاشون بود و گذاشتن رفته بودن، من اونو بودم گذاشتم اینجا و وسایل گذاشتیم توش. اینجا صبح آفتاب میخوره و این اتاق خیلی گرم میشه. بعد از اون ور آفتاب میخوره و اتاق خواب و آشپزخونه و اون نشیمن خیلی گرم میشه. ما طبق پنجیم و از یه نظرهای خوبه طبقه یک که باشی تو این خونه ها، این خونه خوب قدیمیه، مال 1980 مثلا 1960 اینا. خلاصه اگه طبقه یک باشی معمولا بو فاضلاب میاد. طبقه پنج خب خیلی بالاست. این بالکنم میشه قشنگش کرد، یعنی کسایی هستن که بهشون پول میدی و خودشون میان همه کارش انجام میدن، اینجا رو چوب میکنن دیوار رو، بعد کمد خوشگل میذارن، پنجره درست میکنن، همه چی درست میکنن، اما خب هزینه‌اش خیلی زیاد میشه و حتی کفش هم گرم میکنن. کنه بالکن خیلی خوب و خوشگل درست میکنن، اما خب هزینه‌اش خیلی زیاده. ما فرندی نیازی نیست، چون اصلا ما نمیدونیم تا کی تو این خونه ایم. ما اصلا نمیدونیم تا کی تو روسیه ایم، اصلا تا کی میخوایم اینجا بمونیم نمیدونیم. خاطر اینکه نمیدونیم گفتیم فعلا ولش کن. و اون چیزی هم که تا حالا درست کردیم مال این بود که اونا رو اصلا نمیشه تحملش کنیم. اونجا هم اون دور دورا اگر پیدا باشه رودخونه است، رودخونه زای. اسم این شهر هست زای و اونجا هم رودخونه زای، البته به تاتاری و به روسی میشه زاینسک. این خونه به دو سمت پنجره داره، سمت غرب و سمت جنوب، و همین باعث شده که باد خیلی تو خونه حرکت نکنه. مثلا اون مثلا خونه مون آناستاسیا شمالی جنوبی پنجره‌هاش و همیشه باد توی خونه حرکت میکنه و تابستون ها گرم نمیشه اینقدر، اما اینجا خیلی گرم میشه. دقیقا یک دقیقه از این که ما بیایم روزی هوا گرم شده، همچنین هم گرم مونده سر نمیشه. آره. ما اصلا چطور این خونه رو پیدا کردیم؟ توی سایت آویتو. ما اول میخواستیم اون خونه رو که فروختیم توی همون شهر آلمیتیفسک یه خونه یک اتاقه بخریم. یک اتاقه یعنی چی؟ یعنی دیگه مثل سویت نیست، یعنی مثلا آشپزخونه و دستشویی همون هر کدوم جدا بینش دیوار داره با اون اتاق نشیمن اینجوری، اما اتاق خواب نداره. خونه یک اتاقه بود 2,600,000 روبل. ما گفتیم خب باشه، ما اون خونه رو فروختیم، 1,600,000 داریم، 1,650,000 یکم وام میگیریم و یه خونه دیگه میخوایم، خونه بهتر. چون اونجا همسایه‌ام البته یکی از دلایل اصلی این که ما از اون خونه می‌خواستیم بریم چون همسایه بود. دیگه خودم قبلا تو ویدیو دیده بودین که چقدر اذیت می‌کنه همسایه. سیگار می‌کشید. آره. تمام لباسم بو سیگار گرفت. دقیقاً. همه رو مجبور شدیم بشوریم. آره، الان که آوردیم یک سالی که ما اونجا نبودیم کل وسایلم بو سیگار گرفت. بهمون گفتن که آقا یه شهری هست که از شهرم شبیه روستا بود در واقع، اسمش بود جلیل، و گفتن آقا یه همچین چیزی هست میتونیم بریم اونجا خونه بخریم و ارزون تره، به شهر آلمیتیوسک هم نزدیکه. ما اول گفتیم خب باشه بریم اونجا. بعد رفتیم تو نقشه نگاه کردیم توی گوگل استریت و یاندکس استریت و نگاه کردیم توی اینجا اصلا خیلی در به داغونه، چیه این شهر نیست، روستا نیست، معلوم نیست چیه، و گفتیم نه ما اونجا نمیریم. بعد روزی که از ایران داشتیم میومدیم بریم آلمیتیس، از کنار این شهر رفتیم زاینسک، بعد یه بزنیم بسید گفتیم راستی این شهر چیه اصلا. بعد نیست اینجا هم یه نگاهی بکنیم. بعد رفتیم توی سایت آویتو همون شب. آره همون شب نشستیم تمام خونه‌ای که تو این شهر بوده این نگاه کردیم. قیمتاشون دیدیم ای چه خوبه، خونه 3 اتاق زده 1,700,000 مثلا 2,000,000. گفتیم این که خیلی خوبه که، پس ما بریم همونجا بریم نگاه کنیم ببینیم چیه. خلاصه روز بعدش با آناستاسیا با مادرش و با پاول نیکلایویچ با باجن آقا با ماشینش اومدیم توی شهر و چند تا خونه بود انتخاب کردیم توی این سایت. اومدیم دیدیم خلاصه اون خونه رو دیدیم اصلا هیچکدوم خوشمون نیومد، چون که یکیشون خیلی گرون میگفت، یکی دیگهش بود اصلا تعمیر نشده بود، بود میداد 1,800,000. یه خونه دو اتاقه بود زیاد از جاش خوشم نمیاد، انرژیش یه جوری بود. دو اتاقه 1,900,000 بود. آره دو اتاقه 1,900,000. بعد دیگه میخواستیم از شهر بریم اصلا،
دیگه ناامید شده بودیم. بعد یهو گفتم یه راستی خونه دیگه هم بود، میخوای بریم اونم سر بزنیم؟ گفتم خب باشه بریم. زنگ زدیم و اون مشاور املاکی حالا این خونه رو گذاشته بود توی آویتو، رفته بود بیرون شهر تفریح. دیگه ما یکم وایس دادیم، اون زنگ زد به صاحبخونه و اینا، خلاص یکم طول کشید اومدن. بعد که اومدیم تو خونه دیدیم چه خونه خوبیه، و خودشون گفتن 1,800,000 میدیم. ما گفتیم که ما 1,650,000 نقد همین الان داریم، اگه یه ذره تخفیف به ما بدیم ما همین الان بدون میدیم. گفت خب باشه ما 1,700,000 میدیم بدون. 100,000 تخفیف گرفتیم و بعدم که سوار ماشین شدیم دیگه همه خوشحال بودن که یه همچین خونه، گفتن خیلی خوبه اینجا، چه خونه خوبی، بیا همین بگیریم دیگه. خلاصه یک هفته طول کشید که اونا برن بچه هاشون ریجیستر کنن توی یک خونه دیگه، چون قانون روسیه نمیگه. و دیگه چی دیگه تموم شد، خونه رو گرفتیم توی هفته. بعد باورت نمیشه، ما اصلا نمیستیم این شهر چیه، اصلا تا حالا توش نیومده بودیم، اصلا نمیشناختیم. یعنی تا آخرین روزی که داشتیم خونه رو درست میکنیم، کاغذ دیواری همه کاراشو میکردیم، هنوز نمیستیم این شهر چیه. وقتی تموم شد بعد گفتیم خب حالا ببینیم کجا اومدیم اصلا. رفتیم اینجا پیاده روی دیدیم که شهر تازه چیه، و شهر خیلی آرومیه به قول آناستاسیا. انگار چی میگفتی؟ مثل المیتیوس که 20 سال پیش میبود. آره شهرش هنوز مثل شورویه. عجب نونی شد، قبول داری؟ نه خور فرش خوب کار میکنه.